درود بر شما همراهان آنتن. قبل از شروع این کلیپ میخواستم خدمتتون بگم که آنتن یک کانال علمیه و هر کلیپی که میسازیم مستنده و از مجلات علمی برداشت شده. در مورد کلیپ انسانها علم اونو میگه و نظریه داروین هنوز تو علم رد نشده، برای همین ما بازگو کردیم و قصدمون توهین به هیچ دینی نیست. خب بریم سراغ ویدیوی امروز. کره‌ای که روش زندگی میکنیم پر از جاهای خطرناکه، مثلا خطرناکترین دریاچه که کلیپشو ما تو آنتن ساختیم. اما امروز میخوایم بریم مرگبارترین و خطرناکترین جزیره دنیا رو ببینیم. ایلا د کوئمادا گرانده، مرگبارترین جزیره دنیا. مالک این جزیره کوچیک برزیله و در نزدیکی سواحل این کشور قرار گرفته، اما لقب یا اسمی که برای این جزیره گذاشتن اسنیک آیلند یا جزیره ماره. خب از اسمش معلومه که این جزیره پر از ماره. مارهاش هم شوخی بردار نیستن. مارهایی تو این جزیره زندگی میکنن که جزو خطرناکترینان و از طرف دیگه در حال انقراضن. برای همین دولت برزیل ورود هر انسانی رو به این جزیره ممنوع کرده، چون در هر دو صورت مشکل ایجاد میشه، یا مارا آدمها رو میکشن یا آدمها مارا رو میکشن. اگر بخوای وارد این جزیره بشی باید مجوز بگیری و دلیل موجه داشته باشی، یا باید جزو پژوهشگرا باشی یا اینکه جزو نیروی دریایی برزیل باشی. پژوهشگرایی هم که میخوان برن اونجا بایستی حتما نیروی دریایی برزیل اسکورتشون کنه و تو خود جزیره هم همراهشون باشه. حالا این قوانین رو میذاریم کنار، فکر میکنیم ما میتونیم بریم توی اون جزیره. اول باید بدونید که این جزیره 33 کیلومتر از سواحل برزیل فاصله داره، پس با شنا نمیتونیم بریم، چون اگر نفسمون تموم نشه یا خسته نشیم یه کوسه میاد یه لقمه چپمون میکنه میره. وسعت جزیره هم زیاد نیست، فقط 430,000 متر مربع که دقیقاً اندازه واتیکان میشه که کوچکترین کشور دنیاست. اما واتیکان پر از راهبه های دینیه، اینجا پر از ماره. بیشترین مارهایی که تو این جزیره میبینی منحصر به فردن، یعنی این مار که اسمش گولدن لنس هد پیت وایپره که به فارسی میشه افعی سرنیزه‌ای طلایی، فقط تو این جزیره وجود داره. این مار به شدت خطرناکه و چون زندگیش فقط در این جزیره محدود شده، با اینکه تعدادشون تو جزیره کم نیست، با این حال میگن در حال انقراضه. میگن که هزاران سال پیش این جزیره به برزیل وصل بوده و سطح آب طی هزاران سال اومده بالا و این تیکه رو از خاک برزیل جدا کرده و این مار که بومی خاک برزیل بوده تو این جزیره فقط باقی مونده. دانشمندان معتقدند در طی هزاران سال این مار سمش قوی‌تر و قوی‌تر شده، چون وقتی که روی خاک اصلی برزیل زندگی میکرده انواع و اقسام شکار وجود داشته و راحت خودش رو سیر میکرده، اما وقتی تو این جزیره تنها مونده مجبور شده که فقط پرنده شکار کنه و سمش به مرور قوی‌تر و قوی‌تر شده. به قدری رفتن به این جزیره خطرناکه که حتی دانشمندان هم علاقه‌ای به رفتن به این جزیره رو ندارن، برای همین هیچ آمار واقعی از تعداد این مارها در اون جزیره وجود نداره، چون هر کس بخواد بره اونا رو بشموره سالم برنمیگرده. همینجوری تخمین میزنن که تو این یه ذره جا 430,000 تا از اینا هست که این تعداد واقعا دیوانه کننده است، یعنی هر متر مربع یه دونه از اینا وجود داره. مارهای کوچیکی هم نیستن، حداقل کوچیکاشون 50 سانتی متر طولشه، یعنی هر جای این جزیره که باشی با این مارها بیشتر از 1 متر فاصله نداری. ترسیدن انسانها از این جزیره باعث شده که این مار تا به حال انسانها رو نیش نزنن، چون انسانهای عادی که اونجا نمیرن، اونایی هم که میرن همه مجهزن که این مار نیششون نزنه. در هر جای دنیا اگر یک مار سمی آدمو نیش بزنه، اگر خودتو همون موقع به بیمارستان برسونی 7% احتمال مرگ داری. اما اگر گلدن لنس هد یا افعی سرنیزه‌ای طلایی بهت نیش بزنه و بیمارستان هم بغل دستت باشه 35% احتمال مرگ است. سم این مار طوریه که تا وارد بدنت بشه همون لحظه خرابکاری رو شروع میکنه و زیاد فرصتی باقی نمیذاره. مارهای زیادی تو این جزیره زندگی میکنن، اما سلطانشون ایشونه. پیاده شدن توی این جزیره فرصتی باقی نمیذاره، چون ساحلی هم نداره. همون پیاده شدی جنگل شروع میشه و با مارها روبرو میشی. اگر در ساحل این جزیره پیاده بشی و وارد جنگل بشی، شاید چند متر اول زنده بمونی، ولی بعدش زنده نمیمونی، چون هرچی میری جلوتر جنگل انبوهتر میشه و تعداد مارها بیشتر و بیشتر. جاهایی میرسه که مارها تو هم گره خوردن. اگر تو این جزیره باشی هیچ غذایی گیرت نمیاد به غیر از پرنده یا گوشت مار. بخوای پرنده ها رو بگیری چند تا مار ترتیب تو میدن. بخوای ماره رو هم بگیری شاید یه دونشون رو بتونی بگیری، ولی بقیهش ترتیب تو میدن. اگر چوب ماهیگیری هم داشته باشی بخوای بری لب صخره‌ها ماهی بگیری، مارها خودشون رو به تو میرسونن، مطمئن باش. یک چراغ دریایی وسط این جزیره وجود داره که ارتشیا بهش رسیدگی میکنن و اگر بخوان تو اون جزیره بمونن میرن تو برج این چراغ میخوابن و جاییه که باید با نردبون بری بالا و مارها نمیتونن بیان. تنها آب شیرینی هم که تو این جزیره پیدا میشه آب بارونه که یه جا جمع شده باشه. البته هر جا آب باشه مارها هم اونجا هستن. دیدین بعضیا کشیشون غرق میشه و یک جزیره دورافتاده پیدا میکنن و میرن اون تو و بالاخره نجات پیدا میکنن. اگر کسی کشتیش غرق شده باشه و این جزیره رو پیدا کنه معلومه که خیلی بدشانسه. از این همه جزیره‌ای که تو آبهای دنیا وجود داره اومده اینو پیدا کرده. مارهایی تو این جزیره زندگی میکنن که هیچ جای دنیا پیدا نمیشن. هر کدومشون یه جورایی منحصر به فردن، چون اینا مارهایی بودن که میلیونها سال در آمریکای جنوبی زندگی میکردن و توسط انسانها منقرض شدن. اما این جزیره استثنااً باقی مونده و یک ویترین زیبا و ترسناک از مارهایی که در آمریکای جنوبی زندگی میکردن به نمایش میذاره. من که حاضر نیستم از این نمایشگاه دیدن کنم، شما چطور؟